موجودات وحشتناکی که دارن تمام انسانها رو منقرض میکنن و پدری که برای نجات پسرش هر کاری انجام میده. گیلاسیا سلام. آقا من چند روز نبودم، گفتم دارم میرم سفر، فرش شدم اومدم یه سری پست خفن براتون بذارم. اول از همه هم میخوام فیلم آرکیدین محصول سال 2024 رو ببینیم که با بازی نیکولاس کیج ساخته شده و نمره 83 راتن تومیتوز رو به خودش اختصاص داده که از نظر منتقدها خیلی فیلم خوبی حساب میشه. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به یه آخر از زمان میریم که مردی به اسم پال داره با سرعت فرار میکنه. صدای شلیک گلوله، صدای عجیب غریب از اطراف شنیده میشه و خیلی هم ترسیده. آخر هم میبینیم که یه پسر دوقلو داره اونا رو در آغوش گرفته و بهشون میگه که همه چیز درست میشه. حالا میریم به 15 سال بعد. بچه های پال بزرگ شدن. اسم یکیشون توماس و اسم اون یکی جوزفه. توی خونه خارج از شهر حالا زندگی میکنن و همچنان انگاری دنیا با حالت آخر زمانی خودش ادامه داده. هنوز نمیدونیم دقیقاً چی شده، اما پال بهشون گفته که یه سری موجود وحشتناک تو شهرن و نمیتونیم از اینجا خارج شیم. موجوداتی که فقط شبها بیرون میان و اگه بیرون باشید ممکنه جونتون رو همون لحظه بگیرن. برای همینم هم مدام در حال بازسازی خونه‌ن تا یه موقع امنیتش پایین نیاد. امشب که دور هم دیگه جمع شدن، یه دفعه سگشون شروع به کندن زمین میکنه. طوری که انگار میخواد بگه یه نفر طبقه پایین جلوی دره. پاولم که ترسیده میره طبقه پایین و همین که میرسه یه نفر با قدرت به در میکوبه. سراسر ادامه داره و توماس هم میاد کمکش. بعد مدتی هم قطع میشه و میرن بالا. حالا این فهمیم جوزف خیلی باهوشه و انگاری تو این مدت هم داشته یه چیزی رو تحقیق میکرده. بهشون میگه اول که صدا اومد من وقت گرفتم، 10 ثانیه طول کشید. 10 ثانیه که انگاری طرف میخواست تست کنه که در درسته یا قفله. بعد این دوباره 20 ثانیه شروع به کوبیدن در کرد، انگاری فهمیده بود که قفله و میخواست بشکنتش. دفعه سوم هم فقط در حد یکی دو ثانیه انگاری عصبانی شده بود و در رو هل داد بعدش رفت، که این نشون میده چقدر این موجودات باهوشن که میتونن همه چیز رو حتی آزمایش کنن. روز بعدی میرسه و حالا میبینیم که خارج خونهشون هم یه حالت مزرعه توره. جوزف داره جایی کار میکنه و پال میره سمتش و میفهمه که جوزف در حال بازسازی ماشین قدیمیشونه. بهش میپرسه چرا داری این کاری میکنی و جوزف میگه من از قایم شدن خسته شدم، وقتش که این ماشین رو درست کنیم و فقط اینجا بتونیم بریم. پال هم میگه منم از اول این فکر تو سرم بود و فکر میکنم الان دارید آماده میشید. میره کمک جوزف و با یه جابجایی سیم ساده ماشین رو روشنش میکنه. بعدم ستایی با هم دیگه میرن بیرون و به جوزف رانندگی رو یاد میده. وقتی هم برمیگردن پال میگه که من باید یکم خونه رو تقویت کنم چون موجوداتی که دیشب اومدن خیلی از قبل باهوشتر شدن. برای این کارم یه سری چوب و آهن نیاز دارم. برای همینم هم به جوزف و توماس میگه برید برام پیدا کنیدشون. اونام راه میافتن و وسط راه بین توماس و جوزف بحثی شکل میگیره. توماس گیر داره که من میخوام برم به مزرعه روز، یه مزرعه نزدیکشونه و دلیلش رو هنوز نفهمیدیم. اما جوزف میگه ما یه سری مسئولیت داریم، بابمون نیاز داره و توماس هم میگه من باید برم اونجا. وسط راه هم پیاده میشه و به جوزف میگه قبل غروب آفتاب بیا همینجا دنبالم، میخوام برم به مزرعه روز. میبینیم که اینجا یه دختری به اسم چارلوت با پدر و مادرش زندگی میکنه و خب توماس انگار عاشق این دختر است، به همین بهونه هم اومده که دوباره ببینتش. جوزف هم به مقصدی رسیده که دنبال لوازم بگرده. اینجاست که صداهای عجیبی میشنوه و یه دفعه یه سوسک بزرگ به سمتش میاد. وقتی که بیشتر ترسیده هزاران سوسک دیگه بلند میشن و همه اونو دورش میکنن. جوزف هم میدوه بیرون و در حالی که اونا دنبالش هم فقط میخواد فرار کنه. ساعتی گذشته و میبینیم که پال حالا نگران شده، هنوز خبری از پسرش نیست و همین لحظه هم میبینیم که جوزف از دست سوسکا فرار کرده. با ماشین به جایی که با توماس قرار گذاشته بودن میاد، اما وقتی که اونو نمیبینه و هوا هم خیلی داره تاریک میشه فکر میکنه که توماس دیگه برگشته خونه. این در حالیه که میبینیم توماس هم اونجا راه افتاده و چون هوا خیلی تاریکه با سرعت داره میاد سمت خونه، اما یه رفعه پاش لیز میخوره و میفته توی دره. جوزف هم تنهایی میره خونه و وقتی پدرش رو میبینه خیلی نگران میشه. هر دو دنبال توماس دارن میگردن و هنوز هیچ خبری ازش نشده. آخرام پال به جوزف میگه تو اینجا بمون، در و دیوارا رو محکم کن و کارهایی که من باید انجام بدم و انجام بده. منم میرم بیرون دنبال برادرت میگردم، ولی قطعا دیگه نمیتونی برگردی خونه چون هوا داره تاریک میشه و احتمالاً تا طلوع صبح یه جا پناه میگیریم. صبح که شد میایم اینجا. میریم پیش توماس، بالاخره به هوش میاره. همین که چشمشو باز میکنه میفهمه شب شده. کبریت روشن میکنه و یه رفعی موجود وحشتناکی رو جلوی خودش میبینه. صدای موجود انقدر بلنده که پدرش پالمون نزدیکیاس و میشنوه. جوزف هم که در حال صرف کردن در و پنجره ها صداهایی رو از بیرون خونه و نزدیکی خودش میشنوه و خیلی میترسه. برمیگردیم پیش توماس، سری چاقوشو میکشه تا با موجود بجنگه، اما خب اون خیلی قوی تر رو میندازتش زمین. ولی قبل از اینکه بهش حمله دیگه ای بکنه، یه دفعه پدرش پال سر میرسه و موفق میشه که موجود رو از بین ببره، اونم با یه ضربه محکم تبر. حالا که توماس سر حال شده به پدرش میگه که پاش لیز خورده و افتاده. پالم بهش میگه که مشکلی نداره، الان حالت خوبه و دیگه نمیتونیم الان برگردیم خونه، باید فقط راههای خروج رو صفر ببندیم و اینجا تا صبح پناه بگیریم.
توماس هم کمکش میکنه. تقریبا یک ساعتی گذشته و میریم پیش جوزف. توی خونه خوابش برده. همین لحظه یه ناخون و دست بلند میبینه که جلوی صورتش گرفته شده. یکی از موجودات انگاری اومده داخل و اینطوری تست میکنه که واقعا جوزف خوابیده یا نه. وقتی مطمئن میشه به آرومی میاد سمتش و همین لحظه میفهمیم که جوزف خودشو به خواب زده. یه دفعه تنابی رو میکشه و یه قفس روی کله موجود میفته و اینطوری گیرش میندازه. وضع توماس و پدرش هم اصلا خوب نیست. موجودات که راه پیدا نکردن از زیر زمین اومدن، حالا دارن میکنن که بیان سراغشون. اما فکری به سر پار میزنه. دینامیتی از جیبش در میاره و روشنش میکنه. به توماس میگه که سریع به رقبا پناه بگیره، ولی قبل از اینکه خودش بتونه این کارو انجام بده، دینامیت منفجر میشه. با اینکه موجودات از بین میرن اون پایین گیر میافتن، اما خود پال هم به شدت زخمی میشده. چند ساعتی میگذره، با روشن شدن هوا، جوزف سوار ماشینش میشه و راه میفته دنبال پدر و برادرش. موفق میشه از صدای توماس پیداشون بکنه. پال خیلی حالش بده و سری برمیگردونش خونه. اون اصلا به هوش نمیاد و به شدت هم زخمی شده. جوزف برادرش میگه که چجوری یکی از این موجودات رو گیر انداخته. توماس میخواد در قفس باز کنه، اما جوزف بهش میگه نباید الان این کارو کنی، چون نور روز اذیتش میکنه و فقط شب امکان پذیره. جوزف میگه دیشب که شما نبودی، دو تا موجود میخواستن بیان تو که یکیشون رو گیر انداختم. فقط 8 دقیقه برای اونا طول کشید که بتونن از همه تله ها و قفل هایی که به در و پنجره زدن بگذرن. یعنی اونا خیلی بیش از حد دارن باهوش میشن و انگار یه چیزی داره اینجا تغییر میکنه. خیلی ترسناک و وحشتناک تره. اینجا توماس یه اشاره میکنه که دوست خودم یعنی شارلوت با مامان باباش و همون مزرعه روز خیلی جاشون امنه. اصلا میگن که موجودات کلا بهشون حمله نمیکنن. بهتر بابا رو ببریم اونجا بلکه حالش بهتر بشه. اینجا که میبینه باباش بیهوشه، یه دروغی هم به برادرش میگه. میگه وقتی گیر افتاده بودیم من بودم که موجودات رو از بین بردم. الانم باید همون کارو با این موجودی که گرفتیش بکنیم تا این موقع بهمون حمله ای نکنه. بعدم بی توجه به اطلاعات جوزف یه رفعه قفس رو برمیداره. موجود وحشتناک میدوه گوشه اتاق و پناه میگیره. همین لحظه سگشون هم میاد بالا. وقتی صدا در میاره موجود میخواد از اتاق در بره. جوزف میبینه داداشش ترسیده و هیچ کاری انجام نمیده، خودش دست به کار میشه و موجود رو نگه میداره و توماس هم به خودش میاد و با تبر ضربه ای به سر اون میزنه. حالا جوزف عصبی میگه چرا از بین بردیش؟ من میخواستم اونو بررسی بکنم، بلکه تحقیقی بکنم و بفهمیم چجوری باید نابودش بکنیم. اما کلا فکر توماس تو این چیزا نیست. میگه مهم نیستش و فقط ببین میتونیم به عنوان غذا ازش استفاده کنیم یا نه. سکانس بعد جوزف رو در حال بررسی بدن همین موجود میبینیم و متوجه میشیم که رو در و دیوارش پر عکس و نوشته در مورد همین قضیه است. انگار مدت هاست داره این کار رو انجام میده. یه نکته عجیبی هم میفهمه. زیر ناخن های این موجود مقدار زیادی خاک ریخته شده، یعنی انگار داشته چاله ای میکنده. حالا پدرشون داره هی بدتر میشه و برای همین هم دیگه راه میافتن سمت مزرعه روز، جایی که چارلوت و پدر مادری زندگی میکردن. با دیدن توماس میان طرفشون و همین اول هم میگن که جایی برای پدرتون نداریم. با اینکه میبینن حالش بده، میگن داروی لازم هم موجود نیست و نمیتونیم درمانش بکنیم. حتی دخترشون شارلوت هم میگه چرا این کارو میکنین، یه اتاق اضافه داریم، ولی اونا بازم زیر بار نمیرن و اونا رو راه نمیدنشون. البته که مادر شارلوت به توماس میگه فقط تو حق داری اینجا بمونی، ولی برادرت و پدرت باید از اینجا برن. جوزف خیلی ناراحت و میاد سمت ماشین و توماس هم کنارش که بحثی بینشون شکل میگیره. جوزف میگه همش تقصیر توه، انقدر خودخواهی که میخواستی بری تو این مزرعه و همینم هم باعث شد گیر بیفتی. بابا بیاد کمک تو این بلاها سرش بیاد. الان ممکنه بابامون از دست بدیم فقط به خاطر خودخواهی تو. دعوای فیزیکی هم میشه و آخر هم جدا میشن و جوزف و پدرش تنهایی برمیگردن به خونه. همین که میرسن جوزف چیز وحشتناکی رو میبینه. بیرون خونه یه چاله بزرگ شبیه تونل کنده شده و میفهمه که این موجودات دارن یه تونلی میکنن تا بیان داخل، چون راه دیگه ای پیدا نکردن و خیلی هوششون بالاتر رفته. بعدم که میره داخل خونه سعی میکنه بفهمه که خروجی تونل قراره کجا باشه و هرچی میگرده پیدا نمیکنه. یه سر میریم پیش توماس، پیش شارلوت، ولی خیلی نگرانه. میگه نگران پدرم و برادرم و نمیتونم اینجا بمونم. خواهش میکنم اگه دارویی هست برام بیار تا اینجا فرار کنم و برم پیش بابام. این مکالمه رو یکی از افرادی که تو همین مزرعه کار میکنه به اسم هابزم میشنوه. شارلوت هم که خیلی توماس دوست داره براش دارو رو میاره، ولی همین که توماس میخواد فرار کنه، هابز با اسلحه جلوشو میگیره و بهش میگه برگرد داخل. دوباره میریم پیش جوزف که بعد کلی گشتن متوجه یه چاله فوق العاده عمیق کف خونه میشه، کاری که این موجودات کردن تا یه راهی به داخل خونه پیدا بکنن. برمیگردیم میشه توماس، میبینیم که چند نفر از کسایی که اینجا کار میکنن حالا دورشن و دارن فکر میکنن که چه بلایی سرش بیارن، چون هم مزرعه دزدی کرده. وسط همین بگو مگوها یه رفعه یکیشون پاشو میذاره وسط اتاق و میفته توی چاله که اینجا هم کنده شده. انگار این راه یکی موجودات برای مقابله با انسان ها پیدا کردن. همه هول شدن و یه رفعه یه موجود دیگر داخل چاله میپره بیرون و سمتشون حمله میکنه. موجودات دیگه ای هم میان و همه جا آشوب شده. حتی یکیشون میره به اتاق
سراغ پدر و مادر شارلوت و به اونا حمله میکنه و جونشون رو میگیره. یکی دیگه اشتون از هم به توماس اومده، ولی قبل از اینکه حمله بکنه شارلوت با اسلحه سر میرسه و اونو از بین میبرتش. دیگه مزرعه نابود شده و داره آتیش میگیره و برای همینم توماس همراه شارلوت به خونه خودشون فرار میکنن. همینم که میرسن و دار رو به پدرشون یا پال میدن، بالاخره به هوش میاد. جوزف خیلی ترسیده و سری به پدرش اطلاع میده که زیر خونه رو یه چاله کندن و موجودا میتونن بیان داخل. پدرش هم میگه راهی برای فرار نیست، باید تا جایی که میتونید بجنگید. حالا جوزف، توماس و شارلوت میرن از انباری هر اسلحه‌ای که پیدا میکنن برمیدارن تا راهی برای مقابله داشته باشن. یه رفعه فکری به سر جوزف زن و بهشون میگه باید فریزر بزرگمون رو بیاریم اینجا تا بتونم یه نقشه‌ای که دارم رو عملی بکنم. فقط هم 10 دقیقه براش لازمه تا بتونم همه چیزو فراهم کنم. تو فاصله که جوزف داره لوازم رو آماده میکنه، توماس و شارلوت میرن بیرون چون صدای موجودات داره میاد و میخوان باهاشون مقابله بکنن. اول یکم درو پنجره‌ها رو سفت میکنن و وقتی میفهمن یکیشون وارد شده، گوشه پناه میگیرن. همین که موجود میاد جلو، یه دفعه توماس بهش حمله میکنه و در آخرم موفق میشه با چند ضربه چاقو و تبر اونو نابودش بکنه. یکی دیگه هم میاد که این بار شارلوت با اسلحه به سرش شلیک میکنه. 10 دقیقه گذشته و جوزف صداشو میکنه و میبینیم که کف خونه کلی لوازم گذاشته. پدرش پال هم بالاخره بلند شد و میاد دنبالشون و جوزف میگه که فقط باید فریزر رو زودتر ببریم به اون اتاق. اونام دارن کمکش میکنن و پال هم اسلحه رو میگیره تا مراقبشون باشه. توی راه هم جوزف به پدرش توضیح میده که من یه تله ساختم و بعد موجوداتو بکشیم داخل. اینطوری میخوام یه رفعه بهشون یه حمله ای بکنم، ولی باید خودمون داخل فریزر پناه بگیریم تا به خودمون آسیبی نرسه. کمی جلوتر به اولین تله‌ای که جوزف ساخته میرسن و همین که ازش میگذرن، موجوداتی که اومدن داخل میافتن داخلش، ولی یکیشون رد میشه و به پال حمله میکنه. اونم باهاش درگیر شده که یه رفعه شارلوت و توماس میان کمکش. همین لحظه که پال گوشه یاسترو داره نگاهشو میکنه که چجوری موجودا از بین میبرن، میره توی فکر. انگاری پال فهمیده که دیگه پسرها چقدر قویان و میتونن پس خودشون بر بیان. البته که میفهمه هنوز وقت زیادی برای تموم کردن نقشه جوزف لازمه و خب اگر کسی نباشه که با موجودات بجنگه، ممکنه همه نقشه شکست بخوره. برای همینم هم نگاهی به پسراش میکنه و اونا رو میگذاره تو اتاق، یه دفعه درم قفل میکنه. جوزف خوشش میزنه و پالو صدا میکنه، اما دیگه پدر تصمیم خودش رو گرفته. با اسلحه‌ای که دستشه میره جلو و سعی میکنه که برای پسراش کمی وقت بخره. جوزف و توماس با اینکه خیلی عصبانی و ناراحتن، ولی این قضیه رو درک میکنن، بخاطر اینکه حتی توی فریزر هم به اندازه هر 4 نفرشون جان نبوده. پال در حالی که داره تصویر بزرگ شدن پسراشو دوباره توی ذهن خودش میگذرونه، میره جلوی موجودات و در حالی که باهاشون درگیر، جونش رو از دست میده. توماس، جوزف و شارلوت هم توی فریزر پناه میگیرن. بعدم جوزف تره رو فعال میکنه و لحظاتی بعد تمام ساختمون منفجر میشه. البته فریزر از این 3 نفر محافظت میکنه و بهشون آسیبی نمیرسه. به محض تمام شدن انفجار سری درو باز میکنن که فرار کنن و متوجه میشن تعدادی از موجودات هنوز زنده موندن. بعد که سوار ماشین میشن و گاز میدن، میبینن که موجودات آتیش گرفته به شکل خیلی وحشتناکتری از پشت دنبالشونن. اما کمی که فاصله میگیرن، بالاخره اونام نابود میشن و میافتن رو زمین. این 3 نفر هم تا روشن شدن هوا راهشون رو ادامه میدن. بعد مدتی یه جا متوقف میشن و به یاد پال یه مراسم سوگواری میگیرن. بعدم سوار ماشین میشن و راهشون رو برای بقا ادامه میدن. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. به نظرم جالب ترین بخش آرکیدین اینه که چند تا طرز فکر مختلف رو کنار هم دیگه قرار میده. مخصوصا دوتا برادر که خب باید خیلی با هم نزدیک باشن. ما جوزف و توماس رو داریم که دقیقا قطب مخالف هم دیگه. جوزف یه آدمیه که خیلی به مسئولیتاش معتقده، خیلی سعی میکنه که برای بقا تلاش بکنه و حواسش به همه چیز هست. در مقابلش توماس کسیه که فقط میخواد از لحظه لذت ببره، از اینکه یه جا گیر بیفته خسته میشه و خلاصه کلا دنبال اینه که یه جوری بتونه از این مخمصه فرار بکنه و بره پیش عشقش و به عشق و حالای خودش برسه. ما حتی بارها میبینیم که این پسر داره دروغ میگه و میخواد یه جوری خودشو خیلی خفن نشون بدهش. طرز فکر دیگه‌ای که توی فیلم باهاش مواجه میشیم تو همون مزرعه روز پدر و مادر شارلوتن. کسایی که خب فکر میکنن اگه غریبه بیاد داخل ممکنه امنیتشون از بین بره و اینجور چیزا، ولی در واقع اگر پاول و بچه‌هاش راه میدادن، جوزف میتونست این قضیه چاله کندن موجودات باهاشون در میون بذاره و خب خیلی زودتر مشکلی که براشون پیش اومد جلوگیری بکنن. خلاصه که ما داریم میبینیم که اختلاف بین آدم‌ها چقدر داره بهشون آسیب میزنه، ولی در واقع اگر اینطوری نمیشد، ممکن بود که همه‌شون زنده بمونن. نکته دیگه که توی فیلم هست، خب ما داریم یه پدر فداکار رو میبینیم. پال کسی که از همون اول فیلم در تلاش برای بقای فرزندای خودشه. زیاد به خودش فکر نمیکنه و فقط دنبال اینه که یه جوری امنیت اونا رو بیشتر تضمین بکنه. حتی آخرین لحظه نفس کشیدنش هم به همین فکر و همینم باعث میشه که جونش رو از دست بده. در واقع ما داریم میبینیم که توی دنیای آخر از زمانی چقدر المان یا عنصر فداکاری میتونه مهم باشه. نکته قوت فیلم به نظرم طراحی این موجوداتشه. ما این سبک فیلم رو توی اکوایت پلیس خیلی بهتر دیده بودیم که دقیقاً همین موجودات از فضا میومدن. حالا یه سری
خیلی ویژگی های دیگه داشتن ولی خیلی با این فیلم شبیهه. منتها توی این فیلم های موجودات خیلی عجیب غریب تری رو داریم میبینیم، موجوداتی که اصلا هدفشون مشخص نیست، نمیدونیم از کجا اومدن کجا میخوان برن و طراحیشون فوق العاده به نظرم دیستربینگه، حالا آدمو به هم میزنه. قبلا هم در مورد اینجور طراحی ها صحبت کرده بودیم، طرحایی که یه مقدار عنصرهای توش وجود داره که اصلا انسان توقع نداره ببینتشون. مثلا همون سکانسی که جوزف خوابش برده و یه موجود میاد دستش رو سمتش میگیره، همون حالت دست و ناخونهای هون به نظرم فوق العاده وحشتناکه. یا اون آخرش که فکر کنم همه چی تموم شده ولی یه دفعه میبینیم به این شکل دایره بزرگ همشون دوباره آتیش گرفتن و دنبال اینا راه میافتن. چیزی هم که همه بیشتر ترسناکشون میکنه این هوش فوق العاده بالاشونه. ما تو فیلم های دیگه مثل همون اکوایت پلیس موجودات باهوش رو نمیبینیم، موجوداتی هستن که از روی غریزه یا تکنولوژی که بهشون وصل شده میتونن خیلی چیزهای مختلف رو ببینن و برن به طرف حمله کنن، ولی اینجا باهوشن، یعنی رفته رفته هی دارن تکامل پیدا میکنن. برای همین هم است که بعد 15 سال یاد گرفتن که چاله بکنن و از زیر خونه ها بیان بالا. همینم هم به نظرم باعث میشه که یه نسخه بعدی از فیلم به زودی ببینیم، چون میتونن خیلی روش مانور بدن و هی تکامل این موجودات رو بیشتر کننش. امیدوارم خوشتون اومده باشه، مرسی واسه حمایتاتون. ویدیوی قبلی به خاطر کپی رایت ادیت خورده بود، من از سفر برگشتم سریع ادیت زدم روش و دوباره آپلودش کردم. لطفاً اونم ببینید و یکی تا کامنت بذارید که موقع ویدیو فید نشه. لایک کامنت سابسکرایبتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلسی.